تلویزیون العربیه 12 آذر 98. تظاهرات در فرانسه برای محکوم کردن کشتار در ایران. روز دوشنبه در اعتراض به کشتار در ایران تظاهراتی در پاریس برگزار شد. تظاهر کنندگان بنری حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود کشتار تظاهر کنندگان در ایران جنایت علیه بشریت است. بهزاد نظیری گفت ایران در تب و تاب است و آمار کشته شدگان بیش از آن چیزی است که تصور می شود. جامعه جهانی باید یک محکومیت صریح صادر کند و چشم بستن بر روی این جنایت‌ها را به پایان برساند. ژاک بوتو شهردار منطقه دوم پاریس و عضو اتحادیه شهرداران فرانسه برای یک ایران دموکراتیک گفت باید توجهات را به آنچه در ایران رخ می‌دهد جلب کرد. وی افزود فرانسه باید اقدام به اعزام یک هیئت تحقیق به زندان‌های ایران کند. شهردار منطقه دوی پاریس بر فراخوان صادره از سوی کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک تاکید کرد. این کمیته از خواسته شورای ملی مقاومت ایران برای اعزام یک هیئت بین‌المللی به ایران با هدف افشای تعداد کشته‌ها و مجروحین و زندانیان حمایت می‌کند. بإرسال بعثة لتقصي الحقائق في إيران لمعرفة ما يحدث الآن داخلها والقمع الإيراني. فیگارو 2 دسامبر 2019. ایرانیان در پاریس علیه کشتار در ایران تظاهرات کردند. بهزاد نظیری عضو شورای ملی مقاومت ایران به خبرگزاری فرانسه گفت رژیم وارد یک فاز جدید شده و دستور تیراندازی سیستماتیک به تظاهر کنندگان را داده است. این بی سابقه است. کشتاری به این شکل هیچگاه دیده نشده بود. وی افزود ایران در غلیان و جنبش است. هر چه زمان می‌گذرد ارقام کشته شدگان نگران کننده تر می شود. فیگارو به گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار در ایران اشاره کرد و نوشت عفو بین الملل می گوید شهادت‌های تکان دهنده‌ای از شهود و نزدیکان قربانیان دریافت کرده است. این شهادت‌ها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی رژیم ایران عمداً از سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان بی سلاح استفاده کردند.